سلام و وقت همه شما بخیر دوستان عزیز هر کجای که هستین انشالله که جور صحتمند باشین. بازم برنامه رسم زندگی از حسین نوری با شما هستم نیم ساعت و مثل همیشه عزیزان بازم ما را در برنامه امروزی همچنان همراهی بکنین. امروز موضوع بسیار خوب را در برنامه انتخاب کردیم. آب و هوایی است که نسبتاً زیاد کسا دچار زکام و سرماخوردگی شدن. خواستیم روی همین موضوع امروز مشخصاً در برنامه صحبت بکنیم در رابطه با زکام و سرماخوردگی. چرا دچار میشن و بیشتر از دوستای ما هم همین سوال دارن. حالا خواستیم که در رابطه با زکام یک برنامه مشخص داشته باشیم. همین موضوع امروز برنامه ما است. موضوع بسیار خوب است. شما هم بیننده باشید، مهمان را هم با خود دارم، صحبت های بیشتر با مهمان و برنامه می داشته باشم. دکتر سید مجتبی صوفی متخصص داخلی عمومی امروز با ما در برنامه هستند و دکتر سید بیشتر در رابطه با سرماخوردگی صحبت ها را می داشته باشند. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام استاد جان، سلام بر شما، سلام به تمامی بیننده های عزیز ما که به شکل زنده و مستقیم برنامه ما را از تلویزیون خورشید تعقیب میکنن. من دکتر مجتبی صوفی هستم و تا چند دقیقه یا چند نزدیک در خدمت شما هستم. امید است که برنامه استفاده خوب ازش بکنن. از اون جایی که من حرکت کردم داخل تلویزیون شدم چندین نفر ریزش کرده بودم کارای از نام. بله استاد جان، یک استاد جانم یک از جمله خاصه. بله دیگه خواستم با دوستان معلومات بدیم که ریزش چی است. شما اگه سوال ندارین با بر مقدمه چی از اینجا شروع میکنیم که در رابطه با خود ریزش کم صحبت یک معلومات داشته باشین تا بخش دیگه. خب اتو انسان در جهان وجود نداره که یک بار دوبار در زندگی خود ریزش نکرده باشه، تا چندین بار. در کل ریزش یک مریضی ویروسی است. ما دو رقم به اصطلاح ریزش داریم، یک کامن کولد است که فلو هست که باز اعراض علائم از اینا فرق میکنه. مردم همش به نام ریزش میشناسن، در حقیقت باز دکتر پیش دکتر که مراجعه میکنن. بله. باز دکتر تفکیک میکنه که ریزش کامن کولد است یا فلو است. یعنی فلو باز از یک ویروس به نام انفلوئنزا وجود میه و کامن کولد یک مریضی موسمی هست که معمولا با یک اعراض علائم بسیار ساده مثل یک آبریزش بینی. بله. مثلا اشک ریزی، یک سرفه بسیار ساده، یک خستگی کسالت بسیار ضعیف و بدون تب می باشه. و بسیاری از کسا چوری موضوع بسیار برشان جدی نمیشه با این علائم که گفتین. بعضا پیش دکتر رو مراجعه نمیکنه، بعض دواها رو میگیرن. میگه ریزش چیز کنه پیش دکتر داره. برای ریزش ساده فکر میکنن، در حقیقت هر مریضی رو با جدی گرفت. خوشبختانه در افغانستان تداوی ریزش ساده است. با همین خواستم در مورد علائم فلو هم صحبت بکنم. اگر شما در موسم زمستان آبریزش بینی پیدا میکنه، عطسه ها یا سنیزینگ پیدا میکنه، چی و چی و چهار پنج دفعه حادثه میزنین و شما کردن آب میزنه. بله. و ریزش بینی دارین، بینیتون بند میشه، یک کمک گنگس میشین مثلا. خب طبیعتاً ریزش آدم گنگس میکنه چون مایعات بدن زیاد ضایع میشه، بی اشتها میشن. این یک کامن کولد عادی است. شما میتونید در خانه هم میره با غذایی که در خانه یا در آشپزخانه تا موجود است تداوی بکنین. ولی اگر شما احساس میکنین که بعد از اینکه زکامتون بیشتر از 7 روز تا 10 روز دوام کرد و خوب نشد، با او سردردی همراه بود، گنگسیت همراه بود، کسالت شدید همراه بود، تب شدید داشتین، شما به اشتهای دانس شدید شد و گاه احساس خشکی و سرفه در گلون کردین و گاه اوقات احساس کردین که میکروب داره سرایت میکنه و طرف پایین میره، شما نیاز دارین به دکتر مراجعه بکنین. به خاطر اینکه بازی اگر اپر ریسپایتری ترک انفکشن باشه، یعنی انتان طرق تنفسی علوی باشه، باز اگر سرایت به طرف پایین کرد، باز مریض شما دوام میکنه و شما بیشتر نیاز دارین که دوای قوی تر بگیرین. در کل استاد جان، ریزش کی میگیره؟ چرا مردم ریزش میکنن؟ بله، بیشتر از تحقیقات جدید میگن که بیشتر 290 وایرس های مختلف میتونه باعث ایجاد ریزش یا زکام در افراد مختلف شوه. این برمیگرده به شدت، ما یک اصطلاح داریم تطبیقات به نام ویرولانس، یعنی قدرت به وجود آورنده مرض توسط باکتری. در حقیقت اینه میگن ویرولانس. اگر قدرت باکتری ویرولانس بسیار زیاد باشه و یا هم سیستم دفاعی شخص پایین باشه، اینجا است که شخص با این مرضی مبتلا میشه. معمولا ما مایکرو ارگانیسم های بسیار کوچک داریم که یکی وایرس است، یکی باکتری ها است و دیگه فنگس ها است، قارچ ها که میگن. و وایرس کوچکترین موجود زنده است که باعث ایجاد مرض میشه. جالبی است که هیچ نوع آنتی بیوتیک به خاطر از بین بردن ویروس موثر نیست. یعنی شما اگر اوزاجان ریزش میکنین، برین اگر اموکسیلین یا مثلا کلارترومایسین یا ازیترومایسین هر چیزی که از بازار بگیرین، تا زمانی که مقاومت شما بلند نره و این پریاد خودگی پوریا نکنه بین 7 تا 10 روز، ای شما استراحت نکنین، ریزش خوب نمیشه. یعنی بعضی هموطنان ما اشتباهن، میرن در دواخانه ها، از دواخانه معمولا آنتی بیوتیک استفاده میکنن میگیرن، که کار معقول و منطقی نیست. یعنی استفاده آنتی بیوتیک در از بین بردن امراض ویروسی هیچ نوع اثرگذار نیست، به خاطر که پارچه های آنتی بیوتیک بزرگتر از ظرفیت ویروس هستند. ویروس ها بسیار زیاد موجودات کوچک هستند. این تا به حال دانشمندان جان سری تحقیقات میکنن که چگونه دوای اختراع بکنن تا داخل ویروس نفوذ بکنه،
از تکثر جلوگیری بکنه و رشته داخلش بالا کمو مغز حجره است که دی ان ای و یک وظایفش تای دیگه است که باعث تکثر ایجاد مرض میشه ایره باید کاور بکنم. در کل ما دوستا خواهش میکنم که برای آنتی بیوتیک به خاطر ریزش نیست، یعنی شما کوشش نکنین که هر چی که تب داشت دوزی آنتی بیوتیک استفاده کنید، ممکن است که مریضی وایروسی باشه. بله دکتر شب، بیشتر از کسا میگه از ما حساسیت های فصلی هست که وقت فصل تغییر میکنم ما ریزش میگیریم، باز خوب میشم این نه از کدام نه از زکام یا ریزش است؟ این رمین آلرژی یا حساسیت ممکن است که بعضی دوستا با تنفس هوای سرد، با تغییر فصول سال، مثلا با گردافشانی نباتات در فصول مختلف سال ممکن اینا حساس باشن. در بدن ما شما یک مکانیزم هست به نام ایمیونیتی سیستم یا سیستم دفاعی. سیستم دفاعی ما شما 24 ساعت فعال هست و ما شما در مقابل هزاران هزار ویروس، باکتریا و فنگس هایی که ما از طریق هوا تماس و غذا میگیریم اینا رو خنثی میکنه. اگر همین سیستم دفاعی ما شما نباشه یا ضعیف باشه، ما شما بر علاوه که زندگی کردن نمیتونیم، به امراض مختلف ممکن است مبتلا بشن. از این خاطر ما بیایم سر اصل موضوع که چرا ریزش انتخاب کردیم و ریزش اصلا مریضی ساده باشه، ولی میشه از ریزش درس بسیار بزرگ گرفت که به خاطر بلند بردن سیستم دفاعی ما کار بکنیم. در کل شما سوال کردین که در فصول مختلف سال بعضی کسا آلرژی دارن، مثلا ممکن آبریزش بینی داشته باشن، چشمانشون سرخ میشه، بنابراین نیاز است که بعضی مراجعه بکنن، دواها بگیرن. بله پیشگیری بکنن مثلا به خاطر از اینکه وقایه ارزان‌تر و بهتر از معالجه است. در کل کسایی که میفهمن که در فصل خاص سال اینا معمولا آبریزش بینی داشته باشن، احتقان کانجسشن بینی دارن، معمولا بینیشون بند میشن، کش میکنن، اکسیژن درست گرفتن نمیتونن، از طرف شب مجبور میشن که از طریق دهان تنفس بکنن و این تنفس دهانی باعث میشه که هزاران رقم باکتری دیگر هم شما داخل سیستم تنفسیتون بسازین. به خاطر که خداوند متعال در بینی ما یک ساختمان بسیار جالب را جا گذاشته. بعضی دوستا فکر میکنن تا موهای بینی که است، این موهای بینی هم چند وظیفه دارن. شما اگه با بینی تنفس بکنین به مراتب بهتر است که با دهان تنفس بکنین. وقتی شما با بینی تنفس میکنین، هوا یک اول هوا گرم میشه، این موهای بینی هوا را برای شما تقریبا درجه حرارت هوا را بلند میبرن، از نفوذ اجسام اجنبی ذرات کوچک هوایی که میتونه باعث تغییر سیستم تنفسی شما شوه از جلوگیری میکنن، سوم هوا را برتون مرطوب میسازن، چهارم ذرات کوچک که در داخل هوا موجود میباشه این در داخل موهای در قسمت پایینش این لایز میکنن، از بین میبرن و برای شما هوای پاک تامین میکنن. زمانی که میخانیکه تنفس شما از طریق بینی خراب میشه، شما مجبور هستید از طریق دهان تنفس بکنید. وقتی که از طریق دهان تنفس میکنید، طبیعتاً این میکانیزم وجود نداره، این دفاع وجود نداره، این پروتکشن وجود نداره. شما وقتی هوا از طریق دهان مستقیم از سیستم تنفسیتون وارد میکنید، در حقیقت شما میکروب هایی که باید فیلتر میشد فیلتر نشده، هوا باید گرم میشد گرم نشده، هوا باید مرطوب چی میشد باید نشده، نه از این خاطر شما با زودتر انتان مداخله میکنه، انتانات اپورتونیستیک انفکشن یا انتانات فرصت طلب میره به طرف طرق تنفسی پایین و شما را مجبور به گرفتن دوام میکنه. سوال نداشته باشین که ما باید بیشتر صحبت. خب صحبت های دکتر صاحب می داشته باشین. بیاین عزیزان فعلا یک وقفه خیلی کوتاه بگیریم، باز هم با ما باشین در رابطه با ریزش یا زکام، همین موضوع برنامه ما است، با دکتر صاحب صحبت ها را می داشته باشین. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم در رابطه با ریزش یا کسایی که سرماخوردگی و زکام میگیم، روی همین موضوع رو صحبت میکنیم. دکتر صاحب همچنان هستن، اگر شما میخواین چیز سوال داشته باشین در این رابطه از دکتر صاحب چیز سوال دارین، 0220-220-993 همین لحظه فعال است و ما هم منتظر تماس های شما هستیم. قبل از وقفه دوستا دکتر صاحب روی چند علائمه که حالا کدام علائم عرض علائمه باید جدی بگیرن دوستا و مراجعه بکنن اون زمان وقتی دچار ریزش میشن و بعض علائم هم ساده هست. شما گفتین که بعض علائم اگر ساده بود در خانه هم میشه که تداوی شوه، در کل چند تداوی داره و مو غذاهایی که در خانه یا مو درمانهای خانگیش چی هست؟ خوب است، خوب سوال کردین. من میخواستم که دوستا از نیازمندی دکتر اینا را نجات بدیم. بله خوب است که ریزش های موسمی فصلی کامن کولد، اما یک آبرادیش یک صبح کو، یک گتسه یک صبح کو، مثلا یک جاندردی یک صبح کو، یک گنگ صدا دیده، ما در خانه اگر بتونیم تداوی بکنیم هم هزینه کم هزینه است و در خانه بعضی غذاها ما شما داریم. مثلا بیشترین اوقات مثلا مردم تا شلغم مثلا زیادتر تمسخر میکنن. شلغم در حقیقت شلغم در ببینید شما که دقت کنید استاد جان، هر میوه که در یک فصل خاص به بازار میایه دمو فصل یک کرامت را داره. مثلا شما ببینید این موسم موسم شلغم شاید دیگه بخیر بالات بازار شه. دینجا شلغم مثلا با مدرسه صحبت های تام خط میکنم، یک تماس داریم. خب از قلب شلغم اومد اومد دکتر سمه. خب بینینه ما روی خط تلفن هستن، مشایم که چه سوال دارن. سلام، خوش اومدین.
خوش باشم مشیری عزیز. نجیب الله هستم از شهر قمرال تماس گرفتم. از دفتر سر سوال داشتم. یکم 15 روز میش که تو ابا رسیدگی واری زکام هستم. هر چی که دوام میگرم ایش خوب نمیشم. محتمل کنم دوای دیگه باشم و بکنم خوب شوم. خب چی کار میکنین؟ چند ساله هستین دوست عزیز؟ ما خودم 30 ساله هستم نانبایی میکنم دفتر سر. خب بسیار خوب. با دود در تماس هستین نمیشه؟ با دود تنفس در تماس هستین؟ چی کار هستین؟ تو نان پنجال میکنین؟ در تندور میزنین؟ از تندور میکنین؟ شما نان پخته میکنم دفتر. خب تشکر. سگه چیز عمل ندارین؟ عملی نیستین با کدام؟ یکم وقت سگرت میزنم دفتر سر. تشکر. سوال تو نگرفتین. تشکر. اینا ما وارستن زود تلیم. من کتا کتا جواب میتونم به خاطر زید. سعی کنین. من بیشتر به دوستا گفتم هر مشکلی که بیشتر از 7 تا 10 روز دوام کرد این باید به دکتر مراجعه شوه. اینا گفتم ما دوا هم گرفتیم. یکی استرابیوهای ریزش بلند بردن مقاومت است. دوستا از متوجه باشین. کسی که میخواه ریزشش خوب شوال باید استراحت کنه در خانه. کار نکنه. شغل شما تقریبا شغل نیمه شاقه است. شما تندور با دود در تماس هستین. خسته میشین و سیستم دفاعی شما باید بره بالا. ریزش یک مریضی ویروسی است. از ویروس بسیار کوچک با وجود میاد که آنتی بیوتیک بر از او اثرگذار نیست. بهتر است که شما در خانه استراحت باشین 10 روز. از شلغم، سوپ، پیاز، سیر که بسیار زیاد موثر است بر از بردن ویروس ها، بسیار زیاد از اینا استفاده زیاد بکنین. مایعات گرم گرم بخورین تا ثابت شده که چای سبز یک آنتی اکسیدانت بسیار قوی است. آنتی اکسیدانت هایی هستند که میتونه باعث بلند بردن مقاومت شما شه. مثلا ویتامین سی که در لیمو و نارنج فوق العاده موجود است. خوشبختانه در این فصل نارنج هم موجود است. شما از نارنج زیاد استفاده بکنین. بیاجیره بگوین برتون شلغم پخته بکنه، سوپ اولیا به خاطر مقاومت بسیار بلند میبره، کانجسشن خوب میکنه، استراحت باشین در خانه و کوشش بکنید وقتی بیرون میرین بینتون بسته بکنین و از تماس و مسافحه با دیگرا خودداری بکنین. ما عادت داریم که خانم ها روی ما چی میکنن، مردا از بغل یکی دیگر میگیرن، این باعث انتقال امراض میشه. مثلا دیگه قول میتن این میتونه که چی بکنه گپ بعد نیست که آدم متوجه هم باشه. بازم تماس وقتی جانده رو تب کردین باز من دارم بیشتر براتون معلومات بسیار خوب. یک تماس دیگه هم میگیریم بعدا روی هر دو موضوع دکتر شب صحبت میکنن. سلام خوش آمدین بفرمایید. سلام خوش آمدین بفرمایید. بله سلام علیکم. بریالی هستم از کارته 4. باعث زحمت شما و جناب دکتر میکنیم. زحمت نیست. خوش آمدین بریالی جان بفرمایید. سوال دارین؟ من جناب استاد یک سوال در مورد یک دختره که من در حدود 5 سال بیشتر سن ندارم و اینا مرض از مبرشی دارن، نفس تنگی. البته در می هوای سرد که میشه بسیار مشکلاتشون زیاد میشه و در مورد از یک معلومات می اگر بر ما بتن که کدام واکسین داره و یا نه، اگر داره در کجا میشه و اگر نداره پس ما با چی بکنیم که تا بتونیم که از این مشکل جلوگیری شوه. چون که هر وقت در یک شب 2 مرتبه 3 مرتبه ما تا به دکترا و شفاخانه مراجعه کردیم، برده مریضه فقط ورا بخار میتن و اکسیژن میتن و پس به خانه میاری میشه و شاید هم در آینده بر قلبش یا بر کوم مشکل دیگه برش ایجاد خواهد شد. بله جان بباشین. طفلک شما 5 ساله است. در فصل سرما یا تماس با دود و خاک و امثال هم یا مثلا وایتکس و مثلا مواد زننده و بوی های مخصوص و عطرهای خاص سینه‌شون غژغژ میکنه یا صرف سرفه میکنه، نفسشون تنگ تنگ میشه، چگونه از علائمشان بله جان عزیز؟ نه خیر، فقط جناب استاد مشکلشون سینهشون غژغژ پیدا میکنه و دیگه در ضمن یک مشکل دیگه که می داشته باشن نفسشون قید میشه و اتمی هست که باید بر از اونها ما اکسیژن و یا داده شد و اگر نیز غیر از اوی هر قدر پیچکاری و دوا این چیزا هیچ کنم تاثیر نمیده. بایان جان عزیز ببخشین مزد میخوایم گپ شما قطع میکنم. در موسم گرما چطور است خارزاده ما؟ در موسم گرما صرف در سمستان میشه قسم یا در گرما هم میشه؟ کلن خوب است. خب اینا برانشید کلن خوب است. کلن خوب است. اصلا در طول نمایی که سپری میشه هیچ کنم تکلیف نمیداشته باشن. خب وقتی ببخشین سوال آخری، وقتی که در زمستان داخل میشه سینه‌ش میگه تب هم میکنه بدون تب است مشکلشان؟ تب هم میکنه بدون تب است. نه تب داره. بله تب داره. حتی گلینش مشکل خرش پیدا میکنه. درسته. سوال تو چشمای شاو میزنه و به این مشکل مواجه میشه. بسیار خوب. یک چیز دیگه که نگفتن نمونه، این از طرف پدر چیز از طرف پدر مادرش که یعنی خسر ما میشه. بله بله. از طرف از اونو چون که از طفولیت خانم هم مشکل داشته، خسر کلانم داشته و دیگه کنچ. درسته. تشکر هستم دکتر. شده این نفس تنگی تماس هم کاره ما قطع نکده مثلا. نه تماس هم قطع شد یعنی ارسی میتونه باشه یعنی احتمال داره و در کل اینا مشکل از نک برانکل استما نیست. هست استما یا نفس تنگی دوامدار میباشه در هر فصل میباشه.
سینه مریض غجس میکنه. اگر ما شما شوش فکر کنیم دو شوش داریم ما شما، لوب چپ و راست، لوب چپ طرف چپ شوش ما معمولا دو لوب میداشته و طرف راست ما سه لوب داره. وقتی ما اکسیژن میگیریم از یک نلکه که به نام تراخیوید میشه، می در قسمت بایفورکیشن تراخه دو شاخه میشه با چندین شاخه دیگه، بالاخره مثل خوشه های انگور شما دیده باشین، کیسه های هوایی با کیسه های هوایی تبدیل میشن. در بین کیسه های هوایی یک پرده بسیار نازک است که تبادل گازات صورت میگیره و این هر کیسه هوایی یک عضلات در چهار طرف از این موجود است و ممکن است که با بعض مواد وقتی که شما در تماس میشین این عضلات رو جمع میکنن. مثلا می خلطه یک سابق دقت کرده باشین دانش یک لاستیک داشت، وقتی که دان از این خلطه به نظر و عوامل مختلف یا حساسیت یا مثلا کشیدن عضلات یا تجمع به اصطلاح لوهای مختلف یا مثلا همو افرازات میگن، این تنگ شد مجموعه آوازه اشپلاقی در وجود میاد، در تبادل دیگه میگن ویزنگ، وقتی طبق نفس میگه غژ 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 میکنه. معمولا اینا گفتن در فصل زمستان میشه، این برانکل استما گفتن نمیتونیم، اینو میگن برانک الرژیک برانکایتیس یا برانچیت فصلی، چون با فصل در ارتباط است. طبیعتا در فصل سرما عضلات انسان هم منقبض میشه، همین کیسه های هوایی هم ممکن جمع بکنن خدا، هیچ ما تشویش نداشته باشین. در کل بعض دواهایی است که باید به طفل دوامدار داده شوه در فصل خاص، مثلا وقت فصل زمستان داخل میشه شما پیشگیر باشین، پیشگیر یک دکتر خوب انتخاب بکنید که تداویش یاد داشته باشه و دوای برش بدهید، مثلا مونتلوکاست، مثلا پودرای 4 میلی گرم در طفل شما 5 ساله است به خاطر لیکوتین انزایم انهیبیتور از طرف شو شوش و طفل واز نگاه میکنه، اساسیت جلوگیری میکنه. آنتی استامینیکا دوای حساسیت هستن که اون جلوگیری میکنه، یک مجموعه از یک کامباینیشن تریتمنت است، یعنی یک دوای حساسیت باید طرف شو بگیره، یک برانکو دایلاتور باید به طفل باید شوشش کیسای وش واز شوه و دیگه که خلط یا مقشه بر طفل داده شوه تا سینش نرم باشه. در کل از هوای سرد نگاهش بکنین. 5 چیز به کسایی که تکلیف داشته باشن استفاده نکنن، 5 نوع غذا: ترشی، تندی، کیله، برنج، آب سرد، مایعات یخ. قطعا از استفاده نکنین دوستای عزیز، بهترین چیز برای مایعات گرم است. مایعات گرم سینه طفل کمک نرم تر میسازه، به خاطر که اوج بلغم انسان ها در اصل رابطه های بسیار کیمیایی سخت با هم مرتبط هستند که با مایعات گرمی رابطه ها خطا میخوره و با سینه نرم میشن. هیچ وقت تا زمانی که مجبور نشیم بر طفل آنتی استامینیک یا دوای زده نمیتیم سلفش مکمل بلاک شه، به خاطر که کاف از دفنس مکانیزم، یعنی سلفا یک سیستم دفاعی ما شما است، اگر سلفا رو ما مکمل بلاک کنیم باز به انسان خطر ایجاد میکنه. در کل کمک سلفا یک داشته باشه خوب است، ولی خطرناک نشوش از دوای مخصوص که واز نگاه میکنه. شما برای این معمولا زردچوبه زیاد بتین، زردچوبه کورکومین داره، کورکومین باعث میشه تا التهاب هم از بین بره، طفل از گرفتن آنتی بیوتیکای کیمیایی هم در امان باشه. درست است، اگر طفل تب داشت پیچکاری زیاد ما طرفدار به طفل نیستیم دوست عزیز. پیچکاری یک دوای است که مثلا در خارج میگن فیور از نات سفتاکسون ساین اف سفتاکسون دپیشنسی، هر کس که تب کرد برازو با سفتاکسون میتونه در افغانستان. این کار نادرست است، مقاومت بدگام پایین میره، از این نشانهای سیوم باید استفاده نشه. در کل تا زمان طفل تب نداشته باشه از آنتی بیوتیکای ضعیف باید استفاده شوه، یعنی ما دفعه طفل باید پیچکاری نکنیم تا زمان مجبور نشیم. در کل شما در خانه باید گاز دستگاه اکسیژن و یک به اصطلاح استیم بوت اینهلیشن گاز بخار گرم تنفس میگن داشته باشین و نیبولایزر میگن یک ماشینی که دو مواد مخصوص دکتر میشه شوش طفل واز میکنه از بیرو خونه که پا در امان نگاهش بکنین. باش که دوست جان سما بعد بسیم سوال ما جواب نمیدی بفرمایید. سوال ما باشه شد بیننده مو روی خط تلفن حسن سونیا جان از هرات تماس گرفتن، منتظر نمانن. سلام سونیا جان، خوش آمدید. تشکر. شما خوبین؟ خیر عزیز. بخیر باشین، سلامت. بفرمایین سوال دارین؟ سوال داشتم از بسر. تشکر، زنده باشین. خواهش میگو خرک کنیم، بفرمایین خدمت شما هست. بله، یک تفلک یک کنه مثاله دارم، زیاد سرما خورده سین. اما گپاش ما رو میشنمید، اما بتین از طریق موبایل تلویزیون نشنمید. مشنمید ما، بفرمایین. خب فکر کنم سینیش زیاد گرفته از برای شربت دوا دادم، زیاد دوا دادم خوب نشده، زیاد تختیم چهار چیز دادیم، برای آب شلغم دادم، زیاد خیلی کوشش میکنم گرونگیری میکنم، بازم سینه تختی زیاد. خب ببخشین خوارک گلم، اجازه است بسید من سکنه خوارک عزیز، سینه شان تو غجس میکنه یا سرفه بساق تو آوازه عجیب غریب که قیز قیز میکنه که ووپینگ کف یا همون سلفه که به اصطلاح یا سلفه که میگن از او داشته میباشه از او داره، یا ای که خوارگلیم سلفهش عادی است، خلط داره، چرک داره، سینه اگه تبام داره یا خیر؟ چند رقم از سلفه خوارگلیم؟ کدام رقمش از بازار؟ تبام داره بلیه سلفه خاص داره خوارگلیم؟ سلفه خاص داره خوارگلیم؟
سولفیو زیاد دوامنداره و خیلی مثل که چرکی باشه. نه خوش اخلاق داره زیاد. اخلاق داره خوب. سینیش غجست نمیکنه خواهر گلم؟ خب. فکر کنم که تمام شد. قد شد تشکر. اینجا معمولا ببخشید. دکتر سر ما یک بار بگویم که یک دقیقه وقت داره تمام صحبت ما فقط میخواستم بگویم که معمولا تفلاز زیاد آسیب پذیر هستن. استفلاز زیاد نیمونی ها سینه بغل میشن که واقعات مرگ و میر در بین اطفال سینه بغل میشن بسیار زیاد است. اگر شما احساس میکنید که طفلتان تنفسش قسمی است که نزل فلارینگ و چست ادراوینگ داشته باشه، در تمامت وقتی تنفس میکنه سیستم تنفسی از عضلات اضافی هم دو اشتراک میکنه، وقتی که تنفس میکنه شست و شیشش بیخید داخل میره شکمش، یک موضوع. و دیگه بسلا قسمت بینیش با تنفس بالا و پایین میشه و شدید تنفس میکنه، زجر آور است. عاجل به شفاخانه ببرین که واقعی عاجل ممکن باشه که ممکن نیمونیا باشه، سینه و بغل کی باز با تب هم امراه می باشه، واقعی کشنده است، دود دوستا ببرین. ولی واقعی برانشیت و استما این واقعات کشنده نیست، درست طفل درست ایوالویشن شوه و درست تداوی شوه این خطرناک نیست. در کل طفل بسیار آسیب پذیر است دوستان، متوجه باشین، متوجه خوراکش باشین، کوشش بکنین در بازار بتو چیز نخرین، موسم سرما اومده لباس گرم براش بپوشونین، تا زمانی که مجبور نشین مهمونی میزبانی نرین، طفل را که تا نبرین. من متوجه هستم که دوستان میره مهمونی طفلشان لوچ پوچ یک چیزک پوشیده هیچ جرواکای د پاش نیست، همه به خود نرسین، طفل ها بسیار آسیب پذیر هستند، قش آسیب پذیر هستند دوستان. طفل ها کلاه دستمال گردن داشته باشین بپوشونین، دستکاش هر دقیقه با آب و صابون بشوین، نمونه که طفلتون که از ماچ کنه بوسه کنه دوست عزیز. ما دیدیم که طفلا که هر دقیقه یک حالا قند خالص حالا قند ماچ طرف طرف روی زو ماچ میکنن، مقاومت باکتریایی مردها و خانم های کلان سن از اطفال بالاتر است و سیستم تنفسی از نو قسم که میتونه که باکتریا و میکروبا رو به طفل انتقال بدن. از این قضیه دوستان باش خود تیز بگیم که طفلا ماچ نکنین، لباس گرم بپوشونین، اندکترین مشکل پیدا میشه با نمونین که پیشرفته شه زود به دکتر ببرین، در ابتدا اون رو میمونین تا خوب پیشرفته شه، دواخانه دوای خود سرانه میگیرین، بالاخره طفل در جای افتید بازو پیش دکتر میبرید، بازو دکتر مجبور پیش کاری بتره. بله دقیقا. تشکر دکتر شب از اینکه تشریف آوردین، زنده باشین. وقت برنامه ما کاملا تمام است. تشکر از اینکه ما را همراهی کردین. بقیه برنامه های تلویزیون خورشید فراموش نکنین. الان نگهدار.